تشکر شما که به ژورنالیست شجاع ما رحیم اوریا توجه نموده اید. وی واقعا از خود قهرمانی نشان داده است، دو پای خیش را از دست داده است، همین اکنون نیز در خدمت انقلاب قرار دارد. با وجودی که وی متقاعد است ولی به طور فعالانه در فعالیت ژورنالیستی سهم می گیرند، مقالات و مضامین می نویسد و اخیرا جایزه را نیز نصیب شدن. تشکر. سوال از آکی، خبرنگار ژاپنی. مسئله مهاجرین چگونه حل و فصل خواهد شد؟ البته در حال حاضر تعداد زیاد مهاجرین به خانه های خود بر می گردند. واضح است که تحقق چنین سیاست انسان دوستانه بسیار مشکلات دارد. لطفا توضیح بدهید که چگونه این پرابلم ها را حل و فصل خواهد کرد؟ واقعا مسئله پذیرش عودت کنندگان به کشور مسئله بزرگ و پیچیده است و ما در سال جاری آمادگی گرفتیم تا کمیت 10 الی 12 بار اضافه تر و مقایسه گذشته آمادگی بگیریم. برای این مسئله اداره امور عودت مهاجرین در شورای وزیران ایجاد گردیده است و یک سلسله اسناد تقنینی درباره عطای امتیازات برای عودت کنندگان جهت توسعه حقوق و امکانات برای آنها صادر شده است، در جهت دریافت زمین، کار، کمک مادی، تحصیل و غیره. به اساس مصوبه اخیر شورای وزیران یک برنامه کمپلکسی جهت پذیرش کتلوی عودت کننده ها تنظیم شده است و اداره جدید برای انکشاف و احیای قرای تخریب شده نیز تأسیس گردیده است. سوال جانتا استیل، خبرنگار روزنامه گاردین از بریتانیا. توافقات ژنو به امضا رسیدند ولی بسیاری از ناظرین خاطر نشان ساختند که توافقات آتش بس را تضمین نمی نمایند. شما در این مورد چه فکر می کنید و آیا شما توقع دارید که جنگ شدت خواهد یافت؟ در پروسه مذاکرات ژنو از ابتدا تا آخر مسئله آتش بس مطرح بس نبوده است، ولی از آنجایی که جنگ اعلان نشده علیه جمهوری افغانستان از قلمرو پاکستان تغذی می نمود و از اونجا سازماندهی صورت می گرفت، در صورتی که پاکستان محتوای مذاکرات ژنو را در عمل تطبیق بکند و زمینه برای عودت مهاجرین مساعد شود و تمام پرنسیپ های عدم مداخلت در ای اسناد توافق شده تطبیق شود، بدون شک جنگ در کشور ما نه تنها شدت نخواهد یافت بلکه به زودی پایان خواهد یافت. تشکر. سوال دیگر از آقای استیل، خبرنگار روزنامه گاردین از انگلستان. سرحدات افغانستان هنوز در سطح بین‌المللی رسما به رسمیت شناخته نشده‌اند. چطور و چی وقت این پرابلم حل خواهد شد؟ آیا عدم به رسمیت شناختن خط دیورن برای حکومت شما اولویت دارد؟ مسئله خط دیورند سوابق تاریخی دارد که در 1893 در زمان استعمار برطانوی بر کشور ما تحمیل شده بود و ما آن را خط تحمیلی و غیر طبیعی تلقی میکنیم، ولی علی رغم موجودیت این خط تحمیلی و غیر طبیعی، مناسبات قومی، قبیلوی، اقتصادی، اجتماعی بین اقوام و قبایل دو طرف این خط عمیقا با پشتونها و بلوچها دوستانه موجود بوده است
و ما معتقد هستیم که هر زمانی که در نتیجه تحقق کامل محتوای مذاکرات موافقت شده ژنو مناسبات افغان و پاکستان عادی شود، می توانیم هر مسئله دیگر را از طریق صلح‌آمیز بدون توسل به جنگ و زورگویی حل و فصل نماییم. تشکر. سوال دیگر از آقای استیل، خبرنگار روزنامه گاردین برطانوی. یک تعداد مبصرین شوروی به خصوص در مسئله اخیر که در لیتراتور نایا گزیتا به نشر رسید تذکر دادن که فیصله در مورد اعزام قطعات شوروی به افغانستان در سال 1979 اشتباه بوده است. آیا شما با چنین ارزیابی موافق هستید؟ طوری که معلوم است هدف شما مقاله پارخانوف در لیتراتور نایا گزیتا است. ما او مقاله را مطالعه کردم و چنین ارزیابی منفی در ارتباط با حوادث 1979 در اونجا با مشاهده نرسید. تشکر. سوال دیگر از همین خبرنگار، درباره توافق ایالات متحده آمریکا و اتحاد شوروی در مورد اینکه هر یک از این حکومات حق بذل کمک به متحدین خود را دارند چه فکر میکنید؟ طور که میدانید جمهوری افغانستان به اصطلاح سیمیتری یا تناظر را رد نموده است و ما پابند تطبیق توافقات ژنو به طور دقیق در عمل می باشیم. تشکر. آقای استیل سوالات زیاد را مطرح کردن، با اجازه شما سوال دیگرشان هم بر شما قرائت می کنیم. نماینده سرمنشی ملل متحد آقای کوردوویز بعد از این چی نقش را به عهده خواهد داشت؟ جلالت ما کوردوویز همانطوری که در مرحله مذاکرات ژنو نقش با اهمیت را ایفا نموده است، در مرحله تطبیق توافقات ژنو نیز نقش مهم و پرمسئولیت را به عهده دارند. کوردوویز کار رهنمایی هیئت‌های ناظر ملل متحد را در ارتباط با تطبیق موافقتنامه‌های ژنو در افغانستان و پاکستان به عهده دارد. جمهوری افغانستان همان طوری که در مرحله مذاکرات با جلالت مآب کوردوویز همکاری همجانبه نموده است، در مرحله تطبیق مذاکرات ژنو نیز همکاری مؤثر و جدی خواهد نمود. تشکر. سوال دیگر از آقای جوناتا ستیل، ژورنالیست برطانوی. چی امکانات برای اپوزیسیون در ارتباط به روزنامه ها و پروگرام های رادیویی در نظر گرفته شده است؟ حزب دموکراتیک خلق افغانستان قبلا از انحصار بالای وسایل اطلاعات جمعی صرف نظر نموده است و اپوزیسیون می توانند روزنامه های خود را به نشر برسانند. همین اکنون نیز تمام احزاب دیگر سیاسی و احزاب جدیدی که به وجود آمده است از خود نشرات و روزنامه ها دارد، به شمول حزب اسلامی مردم افغانستان و حزب عدالت دیقانی. رادیو و تلویزیون باد نظر داشت منافع ائتلاف انعکاس دهنده زندگی جامعه ما خواهد بود. تشکر. سوال دیگر آقای استیل، ایجاد احزاب سیاسی را قانون اساسی تعیین می نماید. آیا تمام این احزاب مکلف هستند که شامل جبهه ملی گردند یا آنها می توانند مستقلانه فعالیت نمایند؟ شامل شدن احزاب سیاسی در جبهه ملی کار داوطلبانه هست. احزاب جدیدی که به وجود آمدن امین هکنون یا احزابی که وجود دارند در خارج از چوکات جبهه فعالیت و مبارزه می کنند.
یعنی عملا چنین هست و اعضاب جدید نیز شامل جبهه نگردیدن، میتونن وارد جبهه شوند، میتونن به طور داوطلبانه بیرون جبهه فعالیت های خود را انجام بدن. از آقای استیل، اکثر مناطق در کشور شما در اثر جنگ تخریب گردیدن و بذل کمک به عودت کنندگان مصارف هنگفت را می طلبد. شما از کشورهای غربی کدام کمک مشخص را می طلبید؟ سازماندهی کار برای پذیرش عودت کننده ها با وطن بدون شک مصارف هنگفت مالی بکار دارد. در این زمینه اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای دوست حاضر هستند به ما کمک های قابل توجهی را مبذول نمایند و ما فکر میکنم که بعد از نافذ شدن توافقات ژنو ما خواهان کمک ها از کشورهای غربی نیز هستیم و یکی از کشورهای غربی چی کمک های مشخصی را میخواهیم؟ ما به زودی با هیئتی را که از طرف کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین به کشور ما می آیند در این زمینه به طور مشخص مسئله را مورد بررسی قرار خواهیم داد. تشکر. سوال جنات استیل، خبرنگار روزنامه گاردین از انگلستان. شما از رهبران اتحاد هفتگانه تقاضا نمودید تا با شما مذاکرات را در مورد ایجاد حکومت ائتلافی بر پایه وسیع آغاز نمایند، ولی آنها تا کنون این پیشنهاد را رد می نمایند. آیا شما توقع دارید تا حداقل گروپ های معتدل مذاکرات را با شما آغاز نمایند؟ من قبلا درباره دورنماهای توافقات با اتحاد هفتگانه را در ارتباط با مسئله تشکیل حکومت ائتلافی تذکر دادم.